صحبت‌های جنجالی فریدون فرخزاد هنرمند قبل از انقلاب علیه داریوش اقبالی. آیا داریوش با ترانه‌هاش باعث شورش مردم علیه حکومت پهلوی شده بود؟ در ادامه این ویدیو به این موضوع می‌پردازیم. قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. داریوش اقبالی در دوران پهلوی و به علت خوندن آهنگ‌های سیاسی مانند جنگل، بن‌بست، بوی گندم، علی کنکوری و گل بارون زده چندین بار دستگیر و زندانی شد. اولین بار اون بنا به گفته پرویز ثابتی با دستور شاه دستگیر و بعد از دستگیری به مدت 6 ماه در انفرادی نگه داشته شد و بعد از 9 ماه حبس آزاد شد. اون مجموعاً مدت 26 ماه در دوران سلطنت محمد رضا پهلوی زندانی بود. حسین عصاران در این رابطه نوشته چرایی دستگیری داریوش در شهریور 1353 و چگونگی آزادیش از این بند به رغم کنجکاوی‌های بسیار از جانب گذشته کاوان و با وجود توضیحات مختلف با جزئیات مشخص از طرف نامداران درگیر در این پرونده همچنان پرسوال و گلایه و تردیده. اتفاقی که با ظاهرسازی به اصطلاح منکراتی و به بهانه اعتیاد شروع شد اما با رویکرد ندامتساز اجباری نهادهای امنیتی به ظاهر به پایان رسید. اما با وجود ابهام‌هایی در این باره میشه با اطمینان گفت که این اتفاق پیامد توجه و تمرکز نهادهای امنیتی به خرد جریان ترانه‌های موسوم به معترض بود که در سال‌های ابتدایی دهه 50 شکل گرفته بود و به رغم کم تعدادی برد و برش زیادی در متن جامعه شهری اون دوران یافته بود. کارنامه ترانه‌خوانی داریوش در ابتدای راه و در دوران کوتاه مدت آزمون سبک‌ها و مایه‌های مختلف ترانه‌خوانی از ترانه‌های جوان پسند در سبک خاص پرویز مقصدی تا ترانه‌ها با مایه‌های ایرانی بیشتر شبیه سازی شده صدای خوانندگانی همچون کوروش سرهنگزاده، بیژن مفید و حتی عماد رام و در کل همتباران و دنبال گیران صدای داریوش رفیعی محسوب می شد. اما به طور مشخص با گسترش همکاریش با بابک بیات و ایرج جنتی عطایی و به ویژه اجرای ترانه جنگل در سال 1351 کارنامه خوانندگی شکل سو و فضای تازه‌ای پیدا کرد. همکاری این گروه 3 نفره در سال 1351 و با اجرای ترانه پسرم و شهر غم ترانه متن فیلم شیر تو شیر شروع شده بود. اما بعد از اون و با ساخت و انتشار ترانه علی کنکوری، ترانه متن فیلم علی کنکوری و مهمتر از اون ترانه های جنگل، ترانه متن فیلم خورشید در مرداب بود که صدای داریوش اعتبار ویژه‌ای پیدا کرد. اعتباری در مرتبه اول از منظر تغییر پیوسته کیفیت اجرا و رنگ و تنین صدای خوانندگی و در مرتبه بعدی و حتی مهمتر از نظر کیفیت ترانه های کارنامه خوانندگیش اتفاقی که با انتشار ترانه های بوی خوب گندم در آبان 1352 و خونه در دیماه 1352 گسترش پیدا کرد. با استقبال گسترده از این ترانه ها بود که در میانه جلوه‌گری خوانش های اعتراضی و مبارزاتی از هنر مردمی نزد عموم علاقه‌مندان صدای داریوش به یکی از نمادهای ترانه معترض بدل شد. همچنان که به رغم ممنوعیت انتشار صدای اون از رادیو و تلویزیون روند محبوبیتش گسترده تر و خوانش‌های اعتراضی از ترانه‌های کارنامه‌اش هم پرکشش‌تر و همه‌گیرتر می‌شد، همچنان که ترانه زندونی که در تیر ماه 1351 روی فیلمی از فیلم‌های معمول سینمای ایران به نام گذر اکبر و در توصیف زندگی شخصیت اول فیلم شنیده شده بود، تحت تأثیر همین فضا ساخته شده. به برداشت‌ها و تفسیرهای اعتراضی خوشایند سلیقه عامه پیوند خورده بود.
به موازات این روند و به دنبال اتفاقات پلیسی و امنیتی مشهوری چون دستگیری اعضایی از کنفدراسیون دانشجویان و همچنین واقعه سیاهکل در سال 1349 و از اون مهمتر دستگیری عوامل پرونده پر از ابهام موسوم به پرونده گل سرخی، سیطره نگاه امنیتی ساواک بر مناسبات اجتماعی، سیاسی و حتی هنری هم ابعاد گسترده تری پیدا کرده بود. چنانچه این سازمان تونست با بزرگنمایی این اتفاقات و اهمیت بخشی به اقدامات پیشگیرانش در مناسبات سیاسی مقرر بین نهادهای قدرت دست بالا رو بگیره. تا این چنین برای تمرکز و کنترل بیش از پیش جریان‌های هنری و بیش از همه ترانه اختیارات بیشتری پیدا کنه. تابستان 1353 و در اوج محبوبیت داریوش، هفته‌نامه‌های عامه پسند ستاره سینما و سپید و سیاه خبر پخش ترانه تازه این گروه سه نفره رو با نام بن‌بست منتشر کردند. اما این بار نه روی صفحات گرام تولیدی پخش خصوصی، بلکه از رادیو دولتی ایران برای همه و در پر مخاطب ترین برنامه اون. نکته جالب توجه در این بین خبر حضور بابک بیات و ایرج جنتی عطایی به همراه داریوش در ضبط این برنامه صبح جمعه بود که به طور معمول سه شنبه های هر هفته انجام می شد. برنامه‌ای که بعد از ضبط برای بررسی و ممیزی به شوراهای مربوطه ارسال و در صورت تایید جمعه صبح از رادیو ایران پخش می شد. همچنان که از متن این خبر هم اینطور برمیاد که همه این اتفاق به طور شفاف به پشیمان نشدن مسئولین موسیقی رادیو منوط شده، اتفاقی که گویا محقق نشده و بنا به خبر شماره 400 هفته نامه جوانان امروز در روز دوشنبه 17 تیر 1353 یا سه روز بعد از پخش برنامه وعده داده شده مشخصه که مجوز پخش این دو ترانه به رغم ضبط برنامه ویژه‌ای برای اون صادر نشده. ترانه بن‌بست و خونه از رادیو ملی ایران پخش نشد، اما داریوش که در اوج محبوبیت بود در مرداد همون سال با سرمایه گذاری محمود قربانی ارکستر بزرگ 35 نفره ای رو به رهبری واروژان برای اجرای برنامه در کابار میامی تدارک دید تا بزرگترین آوردگاه اجرای زنده تا اون زمان رو به نام خود کرده باشه. پروژه امنیتی کردن فضای ترانه کلید خورده بود. بعد از اون شهریار قنبری و ایرج جنتی عطایی هم به جرمی نامعلوم اما به طور مشخص به خاطر سرودن کلام چند ترانه معترض دستگیر شدند. اما سویه اصلی و پرقدرت تر این راهبرد امنیتی در محدودیت‌های سیستماتیک طراحی شده برای ضبط و انتشار ترانه‌ها متجلی شد. تا پیش از این ساخت و پرداخت و انتشار ترانه‌های معترض بیش از هر چیز وامدار خلأ موجود در سیستم نظارتی و ممیزی ترانه‌ها توی وزارت فرهنگ و هنر بود که برخلاف رادیو و تلویزیون ملی ایران سامانه و یا معیارهای مشخص برای ممیزی و صدور مجوز ترانه‌ها نداشت. اما بر حسب تدابیر تازه نهادهای امنیتی، ابتدا شورای در وزارت فرهنگ و هنر و به ریاست دکتر نیر سینا، نام آشنای سانسور و ممیزی کلام ترانه ها توی رادیو شکل دهی شد تا کلام هر ترانه رو پیش از ضبط بازبینی و در صورت عدم مغایرت با معیارهای وضع شده تایید نماید. در مرحله بعد هم بر مبنای این تاییدیه مجوز ضبط موسیقی و صدای خواننده ها برای استدیوهای مورد درخواست صادر می شد. به بیان دیگه بدون وجود چنین مجوزی استدیو اجازه ضبط هیچ کاری رو نداشت. افزون بر این تحویل نوار ضبط شده به تهیه کننده، خواننده و یا آهنگساز هم مشروط به باز شنیدن و تایید نهایی اون توسط مسئول اجرای این شورا عباس خوشدل شده بود. تا این چنین همه ایده های ساخت، اجرا
و انتشار ترانه های به اصطلاح بودار در نطفه مدفون شه. مطالعه تاریخی ترانه های تولید شده بعد از این دوران نشونگر بالاترین احاطه نهادهای امنیتی بر ترانه. نمود بزرگ این تسلط حضور بابک بیات، ایرج جنتی عطایی و داریوش در ویژه برنامه جشن انقلاب شاه و ملت در ششم بهمن 1353 بروز پیدا کرد. همون کسانی که توی تیر ماه اجازه انتشار صدا و ترانشون از رادیو صادر نشده بود، حالا این بار به اجبار نهادهای امنیتی در پخش مستقیم برنامه‌ای با اجرای ساسان کمالی از تلویزیون حضور یافتند تا سروده اجباری ایرج جنتی عطایی با نام رسول رستاخیز رو مقابل دوربین اجرای زنده کنند. ترانه‌ای که با عجله و ساعتی قبل از اجرای این برنامه نغمه‌ای برای اون ساخته شده بود، آنچنان ناگهان که داریوش حتی فرصت یادگیری ملودی اون رو هم نیافته بود تا بابک بیات به ناچار در مقابل دوربین ها با زمزمه آهسته ملودی خواننده رو در اجرای درست ترانه همراهی کنه. اما بعد از این ماجراها و تفکرات به اصطلاح کمونیستی و حزب توده‌ای که داریوش داشت و همواره با اون بوده، بعد از انقلاب 57 همچنان به اون پایبند بود. فریدون فرخزاد، هنرمند اون دوران که بسیار به حکومت پهلوی متعهد بود، در دوران پسا انقلاب شروع به افشاگری های حقایق سیاسی علیه هنرمندانی کرد که جامعه ایرانی رو با ترانه های خودش به سمت این انقلاب شورانده بوده. توی یکی از اجراهای خودش راجع به داریوش گفته بود توی آلمان شاعر کمونیستی اشعار خودش رو به دست داریوش میداده و داریوش هم با خوندن این اشعار مردم رو بر علیه حکومت شاهنشاهی ترغیب میکرده. حالا اون بعد از این بلواها و حذف حکومت پادشاهی خودش به لندن اومده و در رفاه کامل به زندگی خودش میپردازه. کجاست داریوشی که از بوی گندم ترانه میخوند و مردم رو از پادشاه بیزار میکرد تا ببیند چه بر سر مردم میاد؟ دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.